من شما به نظر من اون ساخت رو اینقدر شما جدی میگیرید که این رو شما تضمین این میدونید، ولی این چیزی که به نظر من اون همیشه اون حقی که دوره‌ای و انتخابی باشه تضمین بیشتری خواهد داشت. اتفاقا من همین رو عرض کردم خدمتون، اون موضوع اونقدر جدی نیست که ما در موردش اینقدر بحث بکنیم. الان بحث ما محتوا باید باشه بیشتر از هر چیز دیگری، حالا پادشاهی، جمهوری، هر چی. من فکر می‌کنم ما همه در واقع این فکر، در این فکر مشترک هستیم که محتوای حکومت آینده مهمتر هست تا اینکه شکل نظام چی هست. ببخشید خانم ترکانی، نکته‌ای که در صفحه می‌خوام خانم روش هم می‌خوام بگن اینه که اون بحثی که در مورد تعلق به ایران، تعلق به اون به اصطلاح یک همبستگی ملی وجود داره، نیازمنده که همه احساس تعلق بکنن. این رو خوشم پذیرفتید. و نکته اینجاست که خب چرا در این به نوعی برای این ابراز تمایل، همبستگی، احساس تعلق مثلا نباید یک کرد، یک بلوچ احساس کنه من هم میتونم به نوعی بالاترین مقام کشور باشم؟ بله. وقتی شما یک پادشاه مثلا دارید، خب اون پادشاه مشخصه، و وقتی هم که میگم باز داره موروثی بودنش باشه دیگه همونه، حالا از هر قومی هم هست همون خواهد بود تا همیشه. اما وقتی که مثلا بتونه هر کدوم این جایگاه ها توسط مردم مختلفی با اتنیک های مختلف پر بشه، حداقل اینکه این احساس رو نمیکنه. کرد نمیتونه بگه مثلا من هیچ وقت نمیتونم، یعنی از هر قومی یه نفر بیاد شاه بشه. نه، در صد یک سری جایگاه هستش. چرا نباید بشه؟ چرا نباید شخص اولی کشور بشه؟ حالا رئیس جمهور بشه یا هر اسمی که من میگم بذاریم، میهنبان بذاریم که هد آف استیت هر چیه. منظور اینجاست که در صد یک بخشی از اون جریانی که یک دوستان پادشاهی خواه میگن که ما نیازمند یک نماد ملی هستیم تا اینکه این حس تعلق بگیریم، بعضیا میگن که خب من چرا نباید بتونم اون نماد ملی باشم؟ یه چیزی میگن، این نقد رو میخوام بگم پاسخ داده بشه. یه چیزی رو در نظر بگیرید. ببینید حزب مشروطه ایران در زمانی که من دبیر کلش بودم، ما با حزب سکولار دموکرات ایرانیان اتفاقا بسیار همکاری کردیم، و یکی از مسائلی که در واقع ما هر دو به هم رسیدیم این بود که خب ما که مشخصه چی میخوایم، پادشاهی مشروطه فلان و فلان، و اتفاقا اونها اومدن بررسی کردن که اگر چنانچه جمهوری باشه، اونها هم جمهوری دو ریاستی رو میپذیرن. پس بنابراین اونها هم یک فردی رو به عنوان یک فرد نمادین دارن مطرح میکنن، چون جمهوری دو ریاستی یک نفر به هر حال یک فرد نمادین هست و یک نفر هم رئیس به قول معروف دولت خواهد شد. بنابراین اینها، من میخوام بگم که اینا مسائلی است که الان دغدغه ما نیست. دغدغه ما امروز باید این باشه که ما چه نکات مشترکی داریم و این نکات مشترک چجوری ما رو در یک روند همکاری با هم اینجوری میندازه تو یک ریلی که با هم بتونیم یک اول پیکار کنیم با این حکومت جمهوری اسلامی که از بین بره، و دوم چجوری در آینده ایران با هم همکاری داشته باشیم که ایران رو با هم بسازیم، صرف نظر از این که چه کسی سر کار هست، چه حزبی روی کار هست. و این مسائل رو با هم در واقع به یک، یعنی ایران رو با هم بسازیم و آباد کنیم. این دو مسئله به نظر من از همه چیز مهمتر هست تا اینکه ما الان تا فردا بنشینیم صحبت کنیم که حالا مثلا شاهزاده رضا پهلوی رو چند سال میخوایم انتخاب بکنیم یا چند سال نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته. این مسائل رو ما میتونیم در آینده حل بکنیم. اگر اجازه بفرمایید من اینو عرض کنم که در برآورد خطراتی که ایران رو تهدید میکنه خیلی دقیق نیستیم. خطر استبداد یک خطر چندین هزار ساله است. بله. در ایران مردم ایران هیچ جا رو تجزیه نکردن، حکومت ها کردن. درست. ما یک نمونه تجزیه به وسیله مردم نداریم. چرا در پاره ای از گفتمان ها خطری رو که وجود نداره انقدر بزرگ میکنیم و خطری رو که وجود داره انقدر کوچیک میکنیم؟ خطر استبداد، خب به همین دلیل هم هستش که ما نمیخوایم به حکومت های گذشته برگردیم. اصلا اینو عرض کنم، خطر استبداد یک خطر اساسی است، در خاورمیانه ریشه داره، بله. دور تا دور ما رو گرفته و